با عرض سلام، امیدوار هستم در هر کجایی که زندگی میکنین زندگیتان مال و مال از شادی ها و خوشی ها باشه و در هر موقعیت شغلی و کاری که هستین انشاءالله که موفقیت سر راهتان باشه. خوشحال هستم که یک بار دیگر در برنامه دیگر در حضور شما بیننده های عزیز قرار داریم و میریم به مطالب و داشته های از این برنامه. امروز در برنامه خود یکی از شخصیت های مطرح در اوضاع و احوال و سیاست افغانستان با خود داریم. جنابشان جناب غلام قوس وزیری هستند و برای اوید از هموطنهای ما که شناخت کمی از آقای وزیری دارند باید عرض بکنیم که ایشان یعنی جناب غلام قوس وزیری یکی از دیپلمات های بسیار سابقه دار در وزارت خارجه افغانستان هستند که مدت 22 ساله در این وزارت به حساب خدمت کردند و همچنان مدت 10 ساله به حیث رئیس دفتر محمد ظاهر شاه پادشاه مرحوم سابق افغانستان در روم تشریف داشتند و هم 11 سال در امور سیاسی اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان در پشاور مصروف خدمت جهاد و مردم افغانستان بودند. خوشحال هستیم که جناب وزیر صاحب روی خط تلفن داریم. وزیر صاحب سلام، ما را قبول بکنین. سلام علیکم، امید صحت شما و همه وطندارای ما خوب باشند. زنده باشین وزیر صاحب، تشکر میکنم از شما که حاضر شدین. نسبت مصروفیت های هم که دارین باز هم امو سوال ما را یا به حساب تقاضای ما را لبه گفتین و حاضر به مصاحبه شدین با ما. از شما یک جهان ممنون هستم و به نسبت زیقی وقت میریم راستن روی سوال هایی که ما ترتیب کردیم و شما هم اگر امکان داشته باشه به صورت مختصر جواب بدین تا بتانیم تمام سوال هایی که نزد ما هست و اگر از هموطنهای ما همی سوال ها را دارن رسیده بتانیم. تشکر از لطف شما. تشکر برای من جای خوشی و خرسندی که چند دقیقه با شما صحبت میکنم. زنده باشین. زنده باشین وزیر صاحب. جناب وزیر صاحب، اگر به صورت مختصر نظر شما را درباره اوضاع و اکتشافات بعد از موافقتنامه ها و یا کنفرانس بن که شما هم به نمایندگی از مرحوم محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان در آن شرکت داشتید جویا شویم، شما چی گفتنی دارید؟ خدمت عرض کنم که اوضاع و انکشافات فعلی خود در افغانستان در شرایطی است که یعنی یک بیبود اوضاع به نظر نمی رسد. بله. زیرا مؤسسات و پایه‌های دولت و دولتداری متاسفانه ظرف و فرو ریخته است و اساس آن با اقداماتی که منحرف بود در مجلس بل 9 سال این تودا بگی گذاشته شد. بله. لحاظا در طول این مدت راه و طریقی دیگه پیدا نشد که جلوگیری کنه از این حالات منحرفی که فعلا وجود دارد. بله. بله. و تمام فیصله نامه‌های جرگه هایی که قبل از 1984 این فیصله نامه ها در وقت صورت گرفت کتی های عظیمی ایجاد گردید و با وجود آوردن سیاست نادرستی که در اداره بش روح داد ادهی از افراد منفجوی داخلی ما متاسفانه صفحه سیر تاریخ ورق زده و آنچه که عقاید بود و امیدواری ملت افغانستان بود او را مانع شدند. بله. تو ترتیب گرفته بود متاسفانه خصوصاً تنظیماتی که چندان یعنی رسیدگی به احوال اصلی افغانستان نکردن این ظهور کرده و بعض این خاطر بود که وقتی که در سال 1984 شروع شد که یک جرگی در پاکستان صورت بگیره آیسای پاکستان به شدت مقابل از مخالفت کرد و آرزومندی شمو بود که اراده و حق تعیین سرنوشت افغانستان باید به دست خود از اینا باشد و این کار متاسفانه صورت گرفت. تا به جلسه بن در جلسه بن دفتن یعنی اطور نشده که در بن یک مجلس یا یک جرگی رو نما گرده. این نتیجه جرگه هایی بود که تماما قبل سال 1984
82001 صورت گرفته بود. بله. و او لوه جرگه ها مخصوصا که من تذکر یک چیز تاریخی زوره بتم، سال 1993 جرگه در اسلام آباد دایر شد و در او فیصله شد که بعد از این تمام جرگه های مربوط افغانستان خارج از پاکستان صورت بگیره. بله. و این کار صورت گرفت و جرگه های بعدی افغان ها و افغانستان در ترکیه این قاد یافت، بعدم به جرمنی آمد، در فرانکفورت، دوباره به استانبول رفت، دوباره به جرمنی آمد و در سال 1988 سال 1998 مجلس بزرگ جرگی در بن دایر گردید که در اون مجلس امو شالودی اساسات آینده مانده شد. مگر متاسفانه که وقت و انگامی که حوادث 11 سپتامبر رو داد، تمام حالات دگرگون شد و مجلسی که در بن دایر شد او نتانست که امو آرزو و اراده ملت افغانستان پوره کند. لحاظا با عدم دسترسی به موافقت نامای بن و جرگی بن حالاتی به وجود آمد که بعد از او شما نتیجه تا این روز آدم میبینه. با من دسیسه شد و توطئه با کار برده شد. تاسفانه در جرگی در بن پیشنهاد دیگری از جانب درمی اواخر، اگرچه که جرگی قبلی بانه که در 1998 بود آقای دکتر عبدالستار سیرت ریاست می کردن، مگر بعد از او حالاتی آمد که در اونجا انتخابات صورت گرفت و انتخابات دیگه جرگه نبود، یک مجلسی بود بسیار محدود بود. بله. و در اون مجلس محدود نتانستن که اینا مرام حقیقی لوی جرگه های افغانستان تحقق ببخشن. در اونجا انتخابات و رایگیری شد که در اون دو رای آقای کرزی گرفت یا در رای آقای سیرت گرفتن. بله. تاسفانه با زور و قدرت نشان دادن این سیر تغییر دادن و انتخاب آقای کرزی به حیث اداره موقت یا برای 6 ماه او قبول شد. بله. مگر در سال 1993 یک پیشنهاد دیگه از طرف دکتر وحید وحیدالله کارشناس ملل متحد طرح و با مراحل سیگانه بر اون پیشنهاد کردند. بله. در این طرح مراحل اعمار یک دولت کامل با تحقق اهداف تامین امنیت و عمران مجدد متکی به اصل تفاهم و وحدت ملی منیف یک مهندس شرح گردیده بود که اگر امیال غرض آلود اداره بش با همکاری عناصر داخلی در میان نمی بود، بدون شک امروز افغانستان صاحب دولتی می بود که نظیر آن در منطقه سراغ نمی گردید. ضمناً خاطر نشان می کنم این موضوع را که جرگه که در کابل در اول اکتبر سال گذشته یعنی انعقاد یافت، نتیجه همین پیشنهاد 3 فقره‌ای روم بود و خوشبختانه که تا حال فعالیت در این باره وجود داره و سعی میشه تا با دایر شدن لوی جرگه عنعنوی مشکلات امروز افغانستان برای آینده رفع گردد. بله بله. داخلی داره. بله. کنسول خارجی ازی اداره بش بود. بله. و آقای خلیلزاد معلومدار به حیث همکار و برای تحقق بخشیدن همین سیاست به افغانستان تعیین گردید. و خدمت عرض کنم که دفتن در سال 2001 آقای خلیلزاد نامدن. آقای خلیلزاد در سال 1993 که در اونجا جرگه تکنوکراتان دایر گردید و در اونجا قرار می بود که در مجلس آینده باید در جرگه عنعنوی صورت بگیره، آقای خلیلزاد در اون زمان برون آمدن و در خفا یک عده سکرتری ها را هم از واشنگتن آورده بودن. تمام فیصله ها در عقب یک اتاق صورت می گرفت و بعض فیصله ها در مجلس می آمد. یعنی سابقه مداخلات آقای خلیلزاد از سال 1993 آغاز می آفد و متاسفانه که در سال 2001 زمام کل کار به دست از اینا بود
و با فشارهایی که بالای آلازد محمد زاهی شاه اینا آوردن تا امو سیل حقیقی انتخاب آینده مردم افغانستان برای یک رهبر که او به درد افغانستان بخوره متاسفانه او را از بین برداشت. لحاظا یک عنصر خارجی ازی آقای خلیلزاد اینا بودن و عنصر داخلی ازی بین از اینا و آقای کرزی به یک مرام کار می شد و اینا بعد از سالهای 1998 و 2000 و 2003 که من خدمت عرض کردم حالات به شکلی آمد که اینا سیر مجلس اینا را به ترتیب آوردن که تا آلازد محمد زاهی شاه نتانه دوباره کدام نقشی در افغانستان ایفا کنه، در حالی که مردم افغانستان بعد از 1984 که من به پشاور بدم داری مطلق خدا از دوباره آمدن زاهی شاه ابراز کردن و اگر این هم صورت میگیره یک حکومت لایق سزاوار ملت افغانستان تشکیل میشد و این بحران امروز به وجود نمی آمد. لحاظا آقای خلیلزاد و آقای کرزی هر دو مسئولیت بزرگی در حالات امروزی که در افغانستان به وجود آمده اینا دارند. جناب وزیر صاحب، شما از آقای خلیلزاد صحبت کردین و ای که گفتین که ایشان مانع اساسی با دیگر موانعی که به حساب داخلی و خارجی به حساب در اجازه دخل بود مانع اساسی در راه موافقتنامه های بن شد و از نقش رهبری کننده اعلیحضرت پادشاه سابق افغانستان جلوگیری کردن. آیا شما به حیث یک شخص بسیار نزدیک و مشاور ارشد و رئیس دفتر پادشاه سابق افغانستان از چگونگی تماس ها و روابط آقای خلیلزاد قبل از کنفرانس بن و بعد از موافقات بعد از آن با پادشاه سابق آیا چشم دیدهای دارن، گفتنی های دارن و چی گفتنی دارن در این مورد که اگر توضیح بدین؟ من قبلا عرض کردم که در سال 1999 آقای خلیلزاد روم آمدن و تقریبا زمام کار را بدست گرفتن و هر بار در هر باری که ضرورت می شد اینها به نزد اعلیحضرت می آمدن، اما در اتاق علایدی با اونا صحبت می کردن که اون صحبت ها در نزد ما وجود نداره، ولی از فوائد در گفته می شه که در هر بار اینا باغ سبز سرخ بزن خود نشان می دادن، اما لهجه ها همیشه تهدید آمیز بوده، برای ازی که اعلیحضرت شاه اگر در بیانیه های دیده شود که در طول مثال هایی که بیانیه دادن همیشه یک چیز اصرار میکردن که من به هر امری که مردم افغانستان آرزو داشته باشه ما حاضر هستم خدمت کنم، یعنی هیچ وقت اینا اینطور نگفته که من از خدمت استعفا میتونم و یا کنار میگذارم خدمت درباره افغانستان، اینا تمام گفتارهایشان همی بوده. لحاظا اما و فکر میکنم که آقای خلیلزاد و همکاران از اینا در امو مجلس تکنوکراتان که باز در سال 1999 تشکیل میشه اینا پیریزی پروگرام خود یعنی انجام دادن و اینها تا زمینه را مساعد ساختن که اعلیحضرت از مشاورین جدا کنند و هدایاتی از کابل میرسید که اعلیحضرت در افغانستان که میآیند حق باز کردن دفتر سیاسی یا دفتر ندارند، دیگر اعلیحضرت وقتی که به اونجا میآیند همراه مشاورین خود آمده نمیتانند. این چیزا قاطعانه از کابل امر میآمد که یقین مطلق است امر ازی مربوط به آقای کرزی و خلیلزاد میشه و امون نتیجه از اون بود که اعلیحضرت وقتی که به کابل تشریف میبرند و در اونجا میمانند شکل حبس میگیرند، یعنی بیخی اعلیحضرت محبوس میکنن در یک اتاق اویلی بسیار کوچکی در ابتدا که اینا به کابل رسیدن و حتی دید و دیدا و اینا ایشا توسط یک مردم مانع هم میشدن. حالا آقای خلیلزاد در این موضوع و موضوعات آینده که من خدمت شما عرض میکنم نقش بسیار مهم داشتن. وقتی که آقای کرزی در کابل آمدن همیشه شما که در اداره موقت اینا تعیین شدن در این شش ماه هدایات تماما از طرف امریکا بود و آقای خلیلزاد او را یعنی تطبیق میکرد. او عبارت از این بود که اول رشوت دادن و پول دادن به کسانی که مورد نظر بود در افغانستان اینا شروع کردن و دوم
مقام و کرسی بخشیدن بود. شما میبینید که تمام کرسی ها را به کسانی که یکی زنا اهل نبودن تفیق کردن و پول و پیسه به میلیون ها دلار و هر کدام از اینا که مناب نمیگیرم برای زنا دادن پیسه، برای ازی که تا امی مرام تطبیق شده و امتو حکومتی به وجود بیاید که کاملا به شکل استعماری باشد. و سیوم اساسی که اینا نقش بازی کردن رشوت دادن بود، مقام کرسی دادن بود، بخشش میکردن تمام کرسی های افغانستان دولت افغانستان. سیوم ازم تعدید بود، تعدید مقابل کسانی که به ملیت گرایی میپیوستن و اونا ارزو داشتن که یک حکومت مستقل روی کار به و دراز از او زایر شاه باشه. البته موقت اینه که زایر شاه ادعای سلطنت میکرد، اونا همیشه گفتن بعد سلطنت ادعا خلاص شده، اما میتونستن یک حکومت اهل و لایق اونا با وجود تعیین کنن. لحاظا سیوم تهدید مقابل همین مردمایی بودن که ملیگرایی داشتن و حکومت درست و حکومت لایق و سزاوار ملت افغانستان آرزو میکردن. اینا همگی توسط سیاستی که آقای خلیلزاد بازی کرد با وجود آمد، چنانچه بعد از اینکه از افغانستان ای به عراق میرن، در عراق هم عین حرکت میخواهن تطبیق کنن، اما در اونجا این تطبیق نمیشه برای اینکه شرایط اجتماعی از او افغانستان و اشخاص بسیار فرق میکرد. بله. اونجا اینا نتانستن که کار کنن، اما در افغانستان این کار بسیار به صورت عمیق اجرا کردن و تا حال این حالت دوام داره که یک گروه یا یک جامعه را که اونا اصلا مرامشان فقط رشوت گرفتن و فساد و بدبختی بود، اینا تشکیل شد در شهر کابل و مقامات ادارات دولتی را اشغال کردن. دیگه در اونجا موضوع از این نبود که افغانستان آینده چطور آباد شده و عمران مجدد چطور صورت بگیره، برای اینکه اصلا اینا از شنیدنی از عناوین چیزا بیخی بیگانه بودن. این کارها را اینا کردن. وقتی که در لوی جون و تاریخ لوی جون 2002 که لوی جرگه آمد که حکومت انتقالی دو ساله را رئیسش تعیین کنند، در اینجا عین حرکات به ظهور رسید و آلازت قبل از اینکه به نوی جون اینا آلازت یک مصاحبه کرد به تاریخ نوی جون به امرای بی بی سی، گفت هر وظیفه را که به من بتن من او را قابل قبول میدانم و هر در اون دو وقت آواز امتون بود که یا آقای سیرت و یا آقای کرزه یکی از اینا بحیث رئیس حکومت تعیین میشن و آلازد تا نوعی جون فکر میکرد که این بحیث یک جیسفید در راست میمانه، میگفت که اردوی دی فرزندانی بست هر کنام از اینا که به این بحیث صدازم من قابل قبول است. این به تاریخ نو به تاریخ 10 جون 24 ساعت بعد آقای خلیلزاد و امرای آقای کرزایی نصف شب بینستن و از آلازد مجبور میسازن که تا استیفانامی خود نوشته کنن و این کار بالای زی میکنن و فردای زی آقای حمید ناصر زیا اعلامیه را از طرف آلازد قرائت میکنه استیفای زوره. بله. آلازد به شکل حیران میمانه. ما مولدار شب دیگه رفتیم و دیدیم و امرای صحبت کردیم، هیچ با وجودی که گفتم شده بود که خودت با اتاق به یک اولی حبس میکنن، اما چیزی از دست بیرونه میشد متاسفانه و با اون چالها و فریبایی که در دست بودی کار عملی کردن. من فکر میکنم که 2 وقتی که دوره حکومت انتقالی به دست آقای کرزی سپرده شد، بعد از اون لوی جرگه که رسید همگی ساختگی بود و هیچ در لوی جرگه قانون نمتر بود که آقای کرزی که برای 2 به حیث رئیس حکومت انتقالی تعیین میشن باید از در آخر هر حکومتی که تعیین میشه رای اعتماد خود از قوای از اولیسی جرگه میگیرن. بله. دو خالص اولیسی جرگه نبود، اما در مد تر آمده بود که اعضای اولیسی جرگه در این وقت از بین لوی جرگه تعیین میشه و او باید است که به حکومت رای اعتماد بده. بله. وقتی که آقای کرزی بنی انتخاباتی که همیش دسیسه و ساختگی بود تعیین شد، دیگه منتظر از این نشید که رای اعتماد بگیره تا مبادا از کدام عکس‌العملی در مقابل زای شد. اینا آقای کرزی گفتن حالی من انتخاب شدید دیگه ضرورت برای اعتماد اینا نداره، حتی لوی جرگر هم یک تجدید آمیز گفایی داده شد
که دیگه به خیر جای ایلا کنین و برین و جایتان، در غیر از او دیگه ممکن است که مصارفات اینام دیگه در دست نباشه. اینا در تمام این مراحل آقای خلیلزاد وجود داشت و بین زیو یک ده مردم مخصوصا چند خانمایی که از دور معلوم میشد با صدای بلند جنگ و غوغا بلند بود که میگفتن ما اینا را به هیچ مدیرا انتخاب نمی کنیم، تو رئیس دولت افغانستان اینا را میخواهی بسازی. ما یک چشم دیدی بسیار مختصر خدمت شما عرض کردم. زنده باشین وزیر صاحب. سوال پیدا میشه که چی علتی بود، دلیل چی بود که از نقش رهبری کننده پادشاه سابق افغانستان بعد از فیصله نامه بن جلوگیری شد؟ جلالی صاحبی خوب واضح است. حال باید از پروگرام چه قسم تطبیق شود. لارد کرزن میگو وایسرای هند که کشورهای خود بریزد گرد و هم جواری ما دانه های سطرنج است و ما متاسفانه همه طور حالات است که بالای ازی باید است که بازی میکنیم تا هم مرام ما به دست بیاید. لحاظا این موضوع را هم که ما گفتم شکل استعماری حرکت کردن، این باید است که پیش ازی که انتخابات می شد زایشار اینا مجبور به استعفا کنند و زایشار از صحنه دور کنند و آقای خلیلزاد این کار را باید است می کرد، برای ازی که یک کسی دیگری را باید در کار می آورد که او از تجارب سیاسی و دولتداری بیگانه باشه قطعا و او تا یک کسی انتخاب می کرد که تا برای آینده برای خود جای پای در افغانستان این تعیین کنه. چرا پروگرامی که در روح از طرف اداره بود طرح شده بود، استراتیجی هم دیگه معلوم بود، بسیار وسیع بود. در اونجا پروگراما در اون پروگرام بسیار مراتب زیادی بود که یکی از او همی چیز ایجاب میکرد که در آینده باید به صورت همی قمدیکه در اونجا دست داشته باشه و آقای خلیلزاد برای باز کردن یک رد پای خود باید سمت یک شخصی را میاورد که بیگانه می بود از مسائل دولتداری. بسیار خوب، بسیار خوب. وزیر صاحب، آل که متاسفانه مرحوم محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان در میان ما نیست و از طرف دیگه آقای خلیلزاد هم در اداره جدید رئیس جمهور اوباما کدام نقش کلیدی نداره، راه حل مسائل و نجات افغانستان یک جا با جامعه جهانی از این مشکلات، از این منجلاب کنونی به نظر شما در چی راه جستجو میتونه شود؟ روی حل مشکل ماندار پیچیدگی های زیاد داره، اما من پیشتر از تشکیل لوی جرگه تذکر دادم. بله. اشارم از تشکیل جرگه کابل، لوی جرگه کابل. بله، بله، کردم. بله، بله. که روی پیشنهاد دکتور وحیدالله تنظیم گردیده بود. بله. و این چیز بر کابل صورت گرفت به معنی از این که رای بنبست جز دایر شدن یک لوی جرگی عنانوی و انتقالی دیگر رایی نیست و برانی مطلب در مخطابی که چند دقیقه بسیار مدود مورا ایراد کرده میتر بود که حالات افغانستان به صورت بسیار وهمناک و ترسناک به سوی حتی تجزیه ممکن بره. اینمی چانس آخری چانس ملت افغانستان نیست که عموم یک اجتماع عنانوی خوده که در اونجا حق تعیین سرنوشت به دست میارن و اراده از آزاد از او را کار دولتداری را در میان نگذاره باید صورت بگیره. و فکر میکنم و هر کس که وطن خود دوست داره میتونه پیشنهادات بتن، میتونه این راه های حل پیشنهاد کنن، اما به جز این راه لوی جرگه که در او حق تعیین سرنوشت به دست مردم افغانستان دوباره سپرده میشه، رای دیگری فعلا در نظر نیست. باید مشوره و تفاهم صورت بگیره با مردم افغانستان، بعد از مشوره و تفاهم همکاری ها صورت بگیره که تا جرگه تعیین میشه و لوی جرگه یگانه رایی است که میتونه ما را دوباره از این حالاتی که فعلا در مملکت ما واقع شده نجات بده. درست. جناب وزیر صاحب، رای حل که شما توضیح دادین و او را یگانه را امی تشکیل لوی جرگه عنانوی برای تعیین سرنوشت آینده مردم افغانستان گفتن، ولی متاسفانه تو گفته میشه که همیشه هموطنهای ما به حساب دمی نکته ماندن که در افغانستان به اصطلاح قطع الرجالی است. شخصیت هایی که میتونن
امی مشوره ها را بتن و امی راه را سهلتر و آسانتر بسازن. به نظر شما ما داریم تو شخصیت ها در افغانستان در خارج که بتانن ایران را کوتاه‌تر بسازن؟ چقدر خدا ناکده ظلم خواهد بود و خودخواهی به جای خواهد بود که بگوید نی افغانستان کس نداره، از ده ها داره، صدا داره، هزار ها داره، همه گی عاجز افتادن، بیچاره شدن و همه گی عشق دارن، آرزو دارن که به وطن خود خدمت کنن. اینا دارای صاحب تجربه هستن، علما ما و شما داریم، سیاست مدارها داریم، اداره چی های عالی داریم. این گفت کاملا غلط است، هر چیز بی محتوا ها. این گفتارش که افغانستان شخصیت ندارد، داره، ولی در چنگال بد افتاده، در چنگال افتاده که عاجز شدن. یک بدیل نیست که ما بگویم خدمتتان که بدیلش هنی آوردن لوی جرگه و باز بگیره، یعنی طریق و روش های بسیار معقول مطابق با واقعیت های موجوده داره که در هر شرایط حالات امروز آینده میتونه استحکام یک دولت مشهور ما بتانیم که با وجود داریم توسط یعنی وطندارای فامیلی خود، صاحب تجربه خود. و اینطوریست که شخصیت وجود نداره، لست ها اینای بسیارش از طرف حتی دوستان که بین شماست، بین ماست، در داخل افغانستان، در اروپا، در استرالیا، در کانادا، در داخل افغانستان، پاکستان و ایران شخصیت های ما و شما دارید، اما اونها به زیر فشار قرار گرفتن و از صحنه دور کشیده شدن، مثل که حالات امروز افغانستان شما میبینید. بسیار شخصیت ها داریم، من نمیخوایم که 10 و 15 و 20 را ذکر کنم برای اینکه در حق دیگرها به انصافی نشه و یا وطندارای ما خدا ناکده متاثر نشن که اسم از اونا در کجاست و اینا. این وظیفه من نیست، اما اگر شما ارزو داشته باشین یک وقتی با شما با همکاری دیگرا امیر اسلام تهیه کرده و خدمت شما میگذاریم. تنام میخواهیم فعلا امیر امیر قدر بگویم که در افغانستان به صدها و به هزارها مامورین عالی رتبه، مامورین فامیده، مامورین صاحب تجربه و دانشمند داریم. از این را هیچ کدام کمبودی نیست، تنها کمبودی دیست که دست افغان ها امروز دور است، دست افغان ها در پشتشان بسته شده نسبت همین سیاست هایی که ما پیشتر جزئیات از اون برای شما شرح کردم. جناب وزیر صاحب، شما گفتین دست هموطنهای ما یا روشن فکرهای ما یا اهل خبره ما و کسایی که میتونن تغییر بیارن در افغانستان بسته است. چی وقت دستا باز میشه؟ چی وقت میتونن که این هموطنای ما که کاری از دستشان میه به دور یک هسته جمع شون و ایره عملا به حساب به نمایش بگذارن این کاره؟ و برازی که هر روز که میگذره حالت وطن و مردم ما زارتر و زارتر میشن. عمود با یک ایده جزئیاتی که من بسیار مختصر شرح دادم، این کلید وابسته به این است که یک تغییر و تحول اول به سیاست امریکا بیاید و اداری و با ما از اداری بوش فرق داره. در اداری بوش من پیشتر بهتان عرض کردم که بسیار نیرنگ های استعماری که البته خود از اونا شوق داشتن که به روش استعمار قرن 18 و 19 برطانیه حرکت کنند و این در کتاب ها نوشتام کردن که به نظر محافظه‌کاران نوین، زکاران نوین همون گروه های افراطی بود که در جمهوری خواه ها می باشند، اینا همین چیزا طالب بودند. اما در این وقت قدر نیست که در این موضوع ما بپیچیم، اما این بحران اقتصادی که در امریکا آمد اینا از این حکومات امریکا خبر بود، از این خطر ما خبر بودند. با از این خاطر سیاست هایی که در شرق میانه و افغانستان و اطراف شاخچای مرکزی میبینید، این سیاست ها هموار شد. دلیل این بود که اینا مطلع بودن و باید یک شکل امپراتوری را به وجود می آوردن. لحاظا با این سیاست دیدیم که در کشورهای اسلامی عکس العمل های شدید مقابل امریکا پیدا شد و امریکا در وقتی که اوباما روی کار میه برای التیام از او مسافرت ها میکنه و تا این روز هم اصرار داره که نباید این باز کارا انجام میافت و اسلام یک دین مقدس است، دینی است که تمام مراتب آزادی مرد و زن
دیدید که تمام مزایای زندگی اجتماعی در مابین نزد گنجانده شده، این گپا و این سخنا را برای این گپ بالا کردن که تا امو جبران خطاهای گذشته را بکنن. به لحاظ امید است، امیدواری است که این تغییر سیاستی که پیدا شده، یک ذره جنجال های هم میبینیم که بین آقای کرزی و امریکا پیدا شده. بله بله، او را هم سوال ما از شما بود که او را میرسیم برش. او را ذکر من نمی کنم. بله. یعنی جنجال هایی را میبینیم همه در بینی حالات موجود آمده. از یک سون باید امریکا سایی که سیاست خود مثل کال شروع کرده، این را به صورت مثبت و سالم پیش ببره و افغان ها مانند شما و جوان ها سال خورده های با تجربه با خدا آماده کنن برای این گپ و فشار آورده برن که دست این حالات گذشته را از یخن مردم افغانستان دور کنن. بله، قسمی که هموطنهای ما هم اطلاع دارن، طرحی که در سه مرحله باید در افغانستان اجرا شود و اخیرا توسط دکتر سید وحید وحیدولا مطرح شده و شما هم یکی از فعالین از این طرح هستند در تطبیقش و در کارهایش، چنانچه ما شاهد بودیم جلساتی را در کابل شما به حساب دایر کردین که در مردم آمده بودن. آیا سوال ما این است که مشکل اساسی از نگاه منطقوی، بین المللی و داخلی به سر از این پلان و یا طرحی که هست چی ها می باشن آقای وزیرین؟ پلان لوی جرگه؟ بله 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 بله. یعنی مشکلات دارایی، مشکلاتش شما چگونه ارزیابی میکنین؟ این مشکلات میتونه از نگاه داخلی باشه، از نگاه منطقه باشه و از نگاه بین المللی باشه. شما چه مشکل دارین در این تطبیق از این طرح؟ در تطبیق از این مشکل البته مشکلات زیادی هست. بله. با اون تغییر یا روشی که حکومت امریکا چگونه در آینده افغانستان میبینه. بله. اگر همین همکاری را برای به وجود آوردن یک حکومت سالم، یک حکومتی که منفعت خود و منفعت امریکا را بفهمد و بدانه که منفعت هر دو مشترک است، اگر به این یک تغییر وارد شود که ما امیدواری امیر داریم که تغییر وارد خواهد شد، در اونجا بس از مشکلات رفع میشه. میمانه در اونجا مشکل دیگه داخلی که آقای کرزی بر آن لاخته، فکر نمی کنم که وقدر سودمند باشه، برای که مردم افغانستان کاملا ناراض هستند، کاملا حتی از سیاست و دولتداری اینا بیزار شدن. لحاظا کرزی کس حمایت نمی کنه در افغانستان و خود از هم در روزی که انتخاب شد بار اول از 8 سال پیش میگفت که مرا امریکا آورده و هر وقت بخواه باز پس از من میبره، یعنی به این قناعت داره. ممکن مشاورینی داشته باشه که مشاورینی ازی اونا خود نام نمیگیرم، اما مامورین میدونی که متاسفانه در اونجا به حال است که بجز غیر پیسگیری و رشوت دیگه مردم به هیچ فکر نیست. لحاظا مردم از کل از اینا ناراض است. در از اونجا مشکلات و قدر ایجاب نخواهد شد. میمانم مشکل دیگه که از پاکستان است و ایران است. بله. و پاکستان البته آیسای همیشه در ایگفا دخیل بوده و آلی هم دخیل است و او تا جایی که امکان داره میخواهد که مورای خود از او در افغانستان باشه و ایت تغییری نده که شخصیت های ملی دوباره زمام افغانستان به دست بگیرن. البته این موضوع کتی امریکا باید مطرح شود که افغانای ما که زحمت میکشند در این مرمدار شامل هستند و با مقامات امریکایی داخل تماس هستند و همین چیزها را شرح میکنند که دست پاکستان وارد قطع شود. البته ایران تا مانند پاکستان قنقشی نداره، اما خب وقتی که پاکستان به یک مرحله برسه که قناعت کنه که یک حکومت سالم و یک حکومتی که منافع خاک خود بدانه بیایه، او یک قدر عقل داره که باز برای پاکستان هم گزاره خواهد کرد. لحاظا مشکلات خارجی زیادتر است نسبت به مشکلات داخلی و ولی حالات افغان ها یعنی مجادله دارند، سعی می‌ورزند که تا از این بارت کردن این دو مشکلاتی که از طرف خارج داخل است، اینا زمینه تشکیل امون یک حکومت قابل رضایت مردم به وجود بیارند.
وزیر صاحب، آیا در ارتباط به قناعت دادن پاکستان و یا همسایه ها در مجموع و یا ای که به حساب کشورهای بین المللی که در رأس از او ایالات متحده امریکا است و امروز نقش بسیار اساسی و تعیین کننده در سیاست افغانستان داره، آیا فعالیت های هم جریان داره که به حساب پیش برن و ایتر رای خود نزدیکتر بکنه به تطبیق؟ حضرم کنین و در تلویزیون بیدار هستند. افغان ها از گذشته بسیار درس بزرگ گرفتن و دهی را آمادگی است، دهی را کار میشه و هر کدام البته به نوبی خود حق دارند که نظر و نظریات خود ابراز کنند و باید سینه های فراخ باشه، گذشت باشه و همکاری های دو جانبه باشه. من فکر کنم که ناامیدی وجود نداره. افغانستان دوباره پس خود افغانستان میسازه. مردم ما و شما مردم زحمت کش است، مردم ما و شما آزادی خواست، دوست دارن که زندگی کنن، مانند دیگه مردمایی که در دنیا هستن. لحاظ از این خاطر تماس ها و فعالیت ها برای تحقق یعنی مرام وجود داره. بسیار خوب جناب وزیر صاحب، قبلا شما اشاره مختصر کردین راجع به وخامت اوضاع بین حکومت آقای کرزی و کشورهای به حساب و جامعه بین المللی خصوصا امریکا. این مناقشات و این به حساب به شکررنجی ها اگر بگویی میره، شما چی گونه ارزیابی میکنین؟ در رابطه به این موضوع من که تامی بینم بین اهداف کرزی و جامعه بین المللی دیگه تناقض وجود داره. جامعه بین المللی در حال حاضر با تجربه که چند ساله گرفته قدر زحمت میکشن که امنیت اعاده کنن، صلح بیارن، رفاه اقتصادی اجتماعی را زیر غور گرفتن و به این را روان هستن. حالات هم میخواهن که انتخابات هر چیزی که باشه، به هر انتخابات به شکل دموکراتیک اجرا شده. اما متاسفانه دستگاه کرزی به سمت مخالف از این جریان حرکت میکنه. او متاسفانه از گذشت زمان من فکر نمی کنم که درسی گرفته باشه. با لجاجت با جامعه بین المللی در پیکار است و من نمی فهم که سیاست ها امون سیاستی یا طرقی که یک وقت در پاکستان می شد و آقای کرزی در اونجا بودن، می دیدن و فرق دار از تحولات امروز. تحولات امروز کسی دیگه تقاضای دیگه چیز می کنه و او به او حالاتی که در پاکستان ما زندگی کردیم به او گزاره نمیشه. لحاظا حالاتی که در بین کرزی و جامعه بین المللی مخصوصا امریکا حادث شد و شما همه را شنیدین که سخنانی زد که تقریبا از یک یعنی انسان عادی باید از یپا بیرون نشه که به شکل نرمال زندگانی میکنه و اختارهایی که اینا دادن و با سفری که به ایران کردن و باز به پاکستان رفتن و با دوباره اظهارات شدید و لعن دیگه کردن که به گروه طالبا پیمان میکنن و اینا، بله. چیزانشان دیندی عزیز که یعنی فکر ما خو نفامیدر قدر کردیم و اصلاح قد نداد که ما فکر دماغ ما ضعیف شدن نمیفهمیم یا از آقای کرزی دماغ ضعیف شدن همین مراعات همینطوری چیزها رو نمیکنن. لحاظا یک پیچیدگی نیست بلکه پیچیدگی ها موجود است در بین فعلا در بین کرزی و جامعه بین المللی و امریکا. پیچیدگی های زیاد موجود است و این پیچیدگی ها من فکر میکنم که هر روز بحرانی تر میشه. لحاظا اگر مشاوری میدانند که مشوره اینا را میتن و مشاوری برای درست مشوره نمیتن، ما همه قدر از فهوا درک میکنیم آینده بسیار تیرتر و خرابتر میشه و رای اصلاحی باید هر چی زودتر امریکا و جامعه بین المللی در رای اصلاحی باید است که یعنی با دست بسیار قوی اینا بازی کنند. جناب وزیر صاحب، نظر شما را در باره نقش پارلمان افغانستان که عبارت از ولسی جرگه و مشران و جرگه است
در این اواخر میبینیم که مشکلات بین از این ارگان و حکومت افغانستان و یا به حساب جناب کرزی به خاطر رد کردن قانون انتخابات و دوباره و توشیح کردنش توسط جناب کرزی به حساب پدید شده یا رونما شده و همچنان انتخابات پارلمانی که ما در پیش روی داریم، این نظر شما را میخواستم در این مورد که اگر لطف بکنین بفرمایید. همطوری که انتخابات ریاست جمهوری در دوره دوم صورت گرفت و در او تقلب و ساختکاری ها و ادعا شد و آقای کرزی خودشان اقرار کردن، یعنی اعتراف کردن که درست است تقلب شده، از این خاطر و دوره دوم مراجعه شد و این نشان دهنده عزیز که به اون ترتیبی که 8 سال پیش اینا رئیس جمهور شدن که روی جرگه را اختار دادن که وظیفتان ختم شده دیگه شما برین، حال به اون مرحله نشد، یعنی جامعه بین المللی مداخله کرد و نمون که گپ به اون اندازه برسه که ابو سیاست مهم زیاد منطقه دیگه به شکست منجی شود. لحاظا اینا از آقای کرزی در امو وقت تقاضا کردن که چون تقلب بسیار صورت گرفته شما باید در دور دوم شرکت کنید و اون نتیجه از اون رو ببینید که تقریبا یک بازی شد و یا تصادف بود، من نمی فهمم. خب هر چیزی که بود حالتی آورده شد که خود رئیس جمهوری افغانستان اعتراف کردن که ولی من در دور دوم میرم برای اینکه تقلب است و این موضوع تا حالی پیچیدگی های شلام نشده. دیگه هر انتخاباتی که در آینده بیایه او به جز نتیجه بدتر و نتیجه که اصلا به افتضاح بره دیگه کدام حاصلی نخواهد داشت. لحاظا پارلمان موجودی که امروز موجود است و او مقابل این حرکات خلاف قانون اساسی آقای کرزی میکنن قد علم کردن، اونا حق و جانب هستند و به نظر تا جایی که دیده میشه در صورتی که لوی جرگه اگر موضوعی از او دایر شده و اینا باشه همین پارلمان موجوده باید است که مدتش تمویل شود. این پارلمان با تمویلی که میشه به امرای آزای لوی جرگه یک قوی تقلیمی فوق العاده قوی مورد اعتماد تشکیل میکنه و در اونجا کارهای اجرایی کارهای قضایی اینا برای مدت موقت از طرف این کمیسیون هایی که اینا تشکیل خواهد کردن یعنی حمایه خواهد شد و محفوظ خواهد ماند. لحاظا پارلمان موجوده حق دارد که مقابل کارهایی که خلاف قانون اساسی می باشند مثل کمی فرمان های تقنیمی دادن این حق دارند که اعتراض کنند و جلوی از حکومت بگیرند. اگر پارلمان ما به میرا برم و فکر می کنم بسیار خدمت بزرگ انجام می دهند برای این ده. تشکر وزیر صاحب. در این روزها به حساب آوازه های دایر شدن جرگه مشورتی، امو جرگه که در کنفرانس لندن از او بنام لوی جرگه یاد شد، بعدن بنام جرگه صلح از او گفتن و اخیراً بنام جرگه مشورتی از او یاد میکنن که دایر شدنش هم قرار بود در امین ماه ثور در افغانستان دایر شود که به تعویق افتاد. علتش نمیفهمیم که برای چی. نظر شما درباره از این جرگه چی است؟ امی جرگه مشورتیه که دولت افغانستان میخواهد دایر بکنه. در این چی کسها و چی شخصیت های در این حضور خواهد داشتن و نتایج از این جرگه چی خواهد بود؟ شما پیشتر بخلیم که خودتون جواب دادین بسیار عالمانه، بسیار درست جواب این را شما دادین که این سه مرحله از این چرا یک تحول میکنه. در کنفرانس لندن وقتی که اینا رفتن در اون زمان امی جرگی را که در کابل دایر شد این را میخواستن که اینا خونسا بسازن و دیدن که آل مردم طرفدار لوی جرگه است و لوی جرگه را دعوت میکنم و مثل ثابت چون نفرهای خودم را میخوایم، مثل که در جرگی 2001 که من خدمت شما عرض کردم با حکومت انتقالی 1601 نماینده بود. از این 1601 نماینده 600 نماینده را خود آقای کرزی انتخاب کرده بود. حال این تو فکر کردم که باز من همون مسایه باز روی کار میارم
و نماینده های خود میخواییم خواهی نلوی جویر هم دعوت میکنم. مگر دیدن که نی فرد بسیار از او وقت تا حالی آمده اطره میشه و اگر لوی جرگه دایر شده چونکی خود و بخطر است و کرسی و بخطر میفته برازی که وقتی که لوی جرگه میای خواهی نمی حالات پرسان میشه که چی کدی به این نو سال شما لحاظا در او وقت گفت که لوی جرگه پسان که البته ملتفت شدن گفتن نیم نمیرن یک مجلس مشورتی میگیریم جرگه صلح گفتن نامش صلح میگیریم بله جرگه صلح میگیریم که این از امون نمایندگی و حق قانونی یک گده نماینده و وکلای ملت باید کاسته شود در جرگه صلح آسان است خب حاضر نداره هر کسی که دلشان شد از هر جایی میخواهد این کدام نقش اجرایی نداره بله. و سیوم که میان به مجلس مشورتی میگن بتر ایره از همه بترتر ایره چیز میسازن یعنی بی دست و بی پای میسازن چرا خو یک گپ مشورتی مشورت دل کس قبول کرد دل کس نکرد دل کس اجرا کرد دل کس اجرا نکرد این نامش مجلس مشورتی مان اما به هیچ کدام از اینا که اینا فقط به نگاه کردن و دوام قدرت کارها را میکنن و اطرافیان از اینا که هست متاسفانه به این عنوان زنده ماندن اینا که تا افغانستان فکر میکنم که تا جایی که قدرت بود و چور و چپاول اینا اقدام کردن قصرها و خانه ها و اینا رو ببینید که مردم عاجز ما شما بودیم دامت یک بایسکیل می داشتیم یا اینا این از اون یک 30 سال هم تیر نمیشد بایسکیل خوش بودیم حال ایران میمانیم که پول ها از کجا آمد پول ها تماما نه سرک آباد شد نه زراعت شد نه برق و آب شد هیچ چیزی نشد این پول ها هم مگی سای عیف و ملی شد و دست آمده حال اینا از قدرت نمیخواهند که پایان شدند برازی نمیمانند که مملکت به پای استاد شد برازی که منافع خود در خطر میبینند و همین که پیشتر روابط شما شوال کردیم این جامعه بین المللی و کرده بین امریکا و کرده از عقل دور است این تمام چیزا بر این نیست که به اصطلاح اینا خود به مرگ گرفتن که کرسی ها را اعلان نکنند و به هر نوع اقدامی که خواه افتضا بیاره خواه رسوایی بیاره بی گستاخی بیاره هیچ بر از اینا پروانه دارن متاسفانه به میرا اینا روانستن تا دیده شده که دست قضا چی میکنه بسیار خب یک جهان از شما تشکر و عنوان سوال آخر از شما جناب وزیر صاحب اگر بپرسم که مصروفیت های آخر شما در به حساب در خارج و در داخل افغانستان چی ها هست به ارتباط با جرگه که سال گذشته شما در کابل دایر کرده بودین و شما بودین اگر مختصر بر بیننده چیز روشنی بیندازن که این پروسه دوام داره و فعالیت های شما در چی عرصه ها هست فعلا البته فعالیت ها به دوامی همون جرگه ادامه داره بله. و تنام نیستم پل مردم افغانستان هستن در کابل مجردی که این پیشنیاد به صدا آمد به هزارها نفر مراجعه کردن از هر طبقه جامعه نفر آمدن و از مامورین دولت آمدن همگی بنی آرزو بودن که اگر از شهر مردم افغانستان خلاص شود مامالمدار برای ما رضایت تنی بود که اگر چی حکومت فوق العاده کارهای ناروا کرد و ما را مانع شد و حتی تهدید کردند که بمهای انتحاری صورت میگیره با کانتیننتال شما را بیاین و این چیزها را پیش روی پای انداخت مگر بالاخره مغلوب شد و نظر به فشاری که مردم آورد اینا نتانستن ما را از تبدیل جرگه این مانع شدند جرگه دایر شد و نتیجه از او بسیار مثبت است تمام اقوام برادر تمام طبقه جامعه منورین ما در خارج و داخل همگی به یارزو یعنی قانع هستند البته زحمت و کار زیادی و کار است که تا این دوباره این ماشین برکت بسته و نماینده های بهتر مردم نماینده هایی که در او وقت رسیدگی نتانید پیش از اینکه لوی جرگه شبه یک مجلس دیگه شبه و در اون مجلس اونا بیاین نظریات عالی خود ابراز کنن کمک و همکاری به هم بکنن تا زمینه مساعد شبه و از یک طرف مردم افغانستان این بدیله که ببینه بر از اونا جای
خوشی است که به این بدیل شرکت کنن و اما کی میکنه خود از اونا هستن. بله. مردم میاین راجع به سرنوشت آینده خود اونا حق تعیین سرنوشت به دست میگیرن و از آرزوهای ما که در خطاب گفتم که آخر کار به دست خود شماست و فقط اراده آزادتان پس دوباره بگیرین. البته از او اختال انکشافات سیاسی که رو دادم و فکر میکنم رو به خوبی میره به خرابی نمیره. از نگاه محل افغانستان میگم و جامعه بین المللی اگر خرابی هم میره او از حکومت فیلی کابل است که وزیست خود کارها رو خراب میکنه و اگر نه میتانن که به علی تغییر حالات اینا شرکت کنن و خود توافق بتن و جامعه آینده افغانستان. من قدر که همراه همه برادرهای خود و خوارهای خود کار کردیم همه گیر از خود بالاتر دیدیم از خود با احساستر دیدیم. باور کنیم که خوشی و خرسندی ما همیشه همیست که هر کدام از اینا برای خاک خود آماده هستن که هر نوع خدمت گذاری باشه و رو انجام بتن و این کار می کنن. اما ملامت ها میاره نمی کنم برای چی که ما گفتم یک دست قوی مثل امریکا و جامعه جهانی به در خواب و سیاست غلط به اونجا تحقیق که بیافن این گناه منورین ما یا مردم ما نیست. میدونیم که اینا از دست روزگار خراب اقتصادی پس دوباره از افغانستان میبراین. جوان هم هستن، صاحب عقل هم هستن، مکتب هم خواندن، اما از بستی که مملکت به چور و چپاول مشهور است هیچ آماده نکرد زمینه انکشاف اقتصادی را. لحاظ ما خود ملامت نمی کنیم، مردم مجبور هستن، مگر حال ما باید چی نشان بدیم؟ نشان دادن همی باشه که دوباره همی وضع بهتر اقتصادی و افغانستان و زمینه کار آماده شود و کشور خارجی ما که چی اروپایی هست چی امریکا هست این باید فشار آورده بریم تا زمینه را مساعد بسازن برای یک روش که مردم افغانستان خوش باشن، اعتماد داشته باشن. اترس کالی هیچ اعتماد کس به کس چرا نداره؟ اعتماد مورد پایی حقیقیش که دولت است او خراب شده. مردم از عدم اعتماد به این حالت رسیدن. پس دوباره برای اینکه اعتماد مردم دوباره بیاد که هر کس کاله میاله من گپ بزنم جناب شما گپ بزنین فکر میکنن که برای منفعت خود گپ میکنن. بله بله. فکر میکنن اول که باز ای هم میخواه و چور و چپاول اقدام کنه چون میبینن از الف تا یا این کار میکنه. این دوست قاضی ها، علمای دین، مبلغین دینی که تبلیغ کرده میرن اینا رای خدا و رای رسول تبلیغ میکنن اینا و ایناست. شما میدونین که با پنج پنجال خود اینا لغمی چرپر میخورن. لحاظا از حال اعتماد باید از تصف شود. این اعتماد ماسانی نمه تا انسان عملا یک چیز رو نشان نده. وقتی که عملا نشان داد ما و شما هم افغانای ما علاقه دارن به افغانستان، خوش هستن که به افغانستان خدمت کار کنن، اما ما باید از کسانی که بنی را قدم میمانن زمینی زیر مساعد بسازن. از انتقاد نترسن، از اعتراضات نترسن، فقط عمل کنن. مثلا اگر کسی رفت در شهر کابل و مثل که غلام احمد خان فراد خدا و بخشه همین سرک جاده میمنده که میکشیدن در خود زیاد می خاک استاد بود و سر و پا و همه زیر به خاک گرفته بود، نان خشکان به دست بود و یک قوده گندنان به دست دیگهشان بود، امیر می خوردن و استاده بودن سعی می کردن که سرک بکشید. لحاظا تا این روز نام از اونا نیکرد، مردم قدر رسول آنوز می فهمند. لحاظا آب باید است که کسانی که به ایراز یا از نفس خود یعنی بگذرن از نفس پروری همی هم چیز عملی که نشان بده یک نفر دو نفر و ده نفر و صد نفر. پس اعتماد وقتی که در جامعه آمد وادزو کل کارها آسانتر میشه. تشکر جناب وزیر صاحب، لطف کردین، یک جان ممنون شد.